بعد از بررسی ها پاپیکر مشخص شد که یه الگویی که قبلا توی مالویر دیگه به نام تریادا وجود داشته دقیقاً توی پاپیکر استفاده شد. تریادا یه مالویر خیلی خطرناکی بوده که تقریباً همون حوالی سال 2015-16 منتشر شده و سطح آلودگیش خیلی شدید بوده. اونم تقریباً کارهای شبیه به همون پاپیکر میکرده و این کارش یه داشته میکرده تقریباً. ببینید زایگوت اونجاست، کارهایی که به صورت طبیعی انجام میدن. و از کنم خدمتتون که ببینید اینجا ما خدمتتون عرض بکنم که میبینید یه سری ارتباطاتی رو این مالویره داره از طریق ارتباط به سرورهای کامند کنترل. ببینید مالویر خب معمولا آفلاین کار نمیکنن دیگه، یعنی اینها معمولا یه سرور کامند کنترل یه جا هست که توی تحلیل مالویر احتمالا مشخص میشه، ممکنه یه سرور هم نباشه و با اونا معمولا ارتباط داره. مثلا چی کارا میکنه؟ میاد ازشون کانفیگوریشن میگیره و تنظیمات خودش رو عوض میکنه. مثلا میفهمه که سرور قبلی دو رفته، الان باید به سرور جدید حرف بزنه. یا به عنوان مثال یکی که کد جاوای اجرایی رو میگیره و روی اون دیوایس لان میکنه و خیلی کارهای دیگه. این تریادا میتونسته خیلی کارا بکنه. سرقت اطلاعات، روت کردن دیوایس، دستکاری، نصب اپلیکیشن های فیک و حتی دستکاری پیامایی که روی شبکه داشته جابجا میشده از جمله اس ام اس. میتونست اسمس های شما رو کاملا دستگاری کنه یا بخونه و به سرقت ببره. خیلی کاره دید. یکی از کدی رو که خودش رو داخل زایگوت اینجکت میکنه رو من اینجا آوردم. حالا اگر شما فرصتی بود بیشتر در مورد این موارد صحبت میکنید، ولی نه این جلسه. حالا دوستان اگر علاقه داشتن میتونن خود این رو سرچ بکنن و ببینید. این اون فرآیندی هم ازش که گفتم چجوری اینا درآمدزایی میکنن. ببینید به صورت عادی اپلیکیشنی که تحلیلات رو نشون میده یه ریفرالی داده، یه دسته یه اتریشن پرووایدر که با گوگل پلی در ارتباطه، یه اینستال آیدی میگیره و این نهایتا اپی اگه نصب بشه بعد از کلیک به اون تبلیغات اطلاع میده که اپ نصب شده، که یه پولی بدن به اون مثلا اپ که تبلیغات رو نشون بده. این میومد اینا رو دستگاه میداد و خب از این بحث رو بگذاریم. آماده خیلی وحشتناک هست. یکی دیگه از اینا نمیدونم این بازی رو شما انجام دادید یا نه، اسمش لول دراپره، چند سال پیش خیلی معصوم بود. اینا یه بدافزار دیگه است. باز اینم هم یه کار همینجوری میکرده. لول دراپره که نصب میکردین تقریبا بعد از 30 دقیقه حدود 14 تا اپلیکیشن جدید روی دیوایستون نصب شده بود و دیوایستون روت شده بود. خیلی یکی از آمالا میگه نزدیک 70 میلیون دلار پول در آوردن. حالا ازشون بگذریم. این کاری که میکنن فقط من بگم بعد بریم سراغ بحث تمپلینگ، یعنی روش های چیز. وقتی اپلیکیشن شما لان میکردید مثلا لول دراپر یا برین تست از این اپلیکیشن هایی که برای از روی ذهن و از این چرت و پرت هست میومده چیکار میکرده؟ اولین کاری که انجام میداده میومده یه دونه واچ داگ روی سیستم تعبیه میکرده. واچ داگ دوستان میدونن دیگه، واچ داگ معمولا حالا همونجور که اسمش میشه یا سگ نگهبان یک پروسسی است مهم در حافظه که منتظر هست یک رویداد خاصی بیفته رخ بده و بعد اون رویداد رو کپچر کنه و بهش واکنش نشون بده. لزوما چیز بدی نیست. وقتی بخوام اینجا هست مثلا شما زمانی که فایل سیستم رو دارید مانیتور میکنید میگید اگه فلان فایل تغییر کرد یه کاری بکن، یه واچ داگ تعبیه میکنه. این از چه طریقی است؟ معمولا از طریق هوک API هست. میدونید دیگه ما تو سیستم عامل نه فقط در اندروید وقتی اجزا میخوام با هم حرف بزنم با هم مسیج تبادل میکنم و یه امکانی وجود داره که شما بهش میگن هوک یا قلاب کردن که میایید میگید که زمانی که این سیگنال داره میاد به من اطلاع بده. وقتی که متوجه میشه که یه تغییر تو فایل سیستم رخ داده یه هوش داده. کاری که این مالویر انجام میده تو برین تست این بوده که میومد یه واچ داگ میذاشته که مطمئن بشه اگر اپ آنیستال شد یه به سرور کامند کنترل خودش یه سیگنال میفرستاده که اپ آنیستال شد. یعنی مثلا یوزر متوجه شده احتمالا یا یک مکانیزم امنیتی رو دیوایسش اومده این رو پاک کرده. بعد میومده بعد از اینکه کار انجام میداده خیلی قشنگ میومده سراغ ریسورس های این بازیه که کار بعد نصب کرده بوده. میرن تو شاخه شاخه ریسورس، یه فایل PNG بوده. داخل فایل PNG یه APK امبد شده بوده. فایل PNG رو یه تیکه از اون اسکرمبلر رو برمی داشته، انکریپت شده البته بوده. اونو دیکریپتش میکرده، میبرده توی شاخه دیگه ای، توی کشیه اپلیکیشن دیگه میذاشته و با یه اسم رندوم تولیدش میکرده که نتونید دنبالش بکنید. یعنی همیشه یه اسم ثابتی نبوده که شما مثلا تو فایل سیستم سرچش کنید پیداش کنید. و این هشت فایل است.
اسمش مهم نیست. هشش همیشه ثابت بوده چون پیلودر رو کلیپ می‌کرد، یه فایل مشخصی که اینجا می‌بینید. بعد از اینکه این اتفاق می‌افته، این ایونت‌هاش که رخ داده، یه فایل با اون اسم اون مسیج ساخته شد. این میومد خودش رو روی پارتیشن سیستم می‌نوشته. بعد از اینکه این کار می‌کرده، همونجوری که گفتم وقتی فکتوری ریسیت هم می‌کرد، دیوایس رو میومد بالا دوباره خودش رو نصب می‌کرد. و الی آخر. و شاید خیلی کارا می‌کردی که برای ما ناشناخته است، نمی‌دونم. در واقع میخوام بگم از طریق زایگوت ببینید اگه کسی بتونه پروسس زایگوت رو کامپرومایز بکنه تو اندروید میتونه دسترسی پرسیستنسی پیدا بکنه و تو ابد خودش رو دیوایس نگه داره. میدونید الان مکانیزمای سایلنت روتی که وجود دارن، حتی خود وندور مثلا یه شرکت سازنده گوشی متوجه نمیشه شما دیوایستون رو روت کردید اگر بعدا دوباره آن روتش کنید، برخلاف روش قدیم که کل فایل سیستم بوتلودر رو دست میزد، الان فقط بوتلودر تغییر میکنه. بنابراین قابل شناسایی هم نیست. بعد از آنروت کردن، یعنی برگردوندن به تنظیم کارخونه، خیلی راحت میتونید دیوایستون رو ببرید گارانتی، شرکت هم تشخیص نمیده که این قبلا یه بار روت شده بوده. حالا گوگل چیکار کرد این وسط؟ به هر حال به عنوان لیدر این حوزه، کسی که مارکت رو ارائه کرده، سیستم عامل رو داده، داره چیز میکنه، گوگل رو پلی پروتکت رو ارائه کرد و در مجموعه پلی پروتکت اومد یه سری کارایی کرد که ما امروز حالا باهاش کار داریم، به نام سیفتی نت API. بعضی از دوستان احتمالا کار کرد. سیفتی نت یه سری مجموعه سرویسه که یکیش امروز معلوم به بحث ما میشه. زمانی که اینا اومدن اپلیکیشن رو شناسایی کردن و لیبلش کردن، اپلیکیشن 50,000 تقریبا نصب بشه و ریتینگش هم 4.5 بوده. یه کار خیلی جالبی هم میکرده، شاید اینم براتون جالب باشه. مثلا حد سری چیکار میکرده؟ میرفته به اپلیکیشن خودش امتیاز میداده تو پلی استور از طریق دیوایس هایی که آلوده کرده بودن و کامنت میذاشته. به خاطر اینکه ریت اینا معمولا بالا بوده و تو سرچ ها زیاد بودن، جزو اپلیکیشن های پاپیولار بودن و واقعا هم توسط یه دیوایس و یه کاربر به نظر ریویو نوشته شده بود، نه از طریق فقط یه آی پی که گوگل تشخیصش داده. به همین راحتی مثلا فرض کنید 100,000 تا ریویو مثبت و یه اسکور 4.5 داشته و خب طبیعتا طرف میدیده نصبش میکرده. خب برگردیم سراغ تمپلیت. من خیلی تلاش کردم واسش بگم روت بودن دیوایس چیز بدیه و قبلش هم گفتم اگه اپلیکیشن جدی داشته باشیم چیز بدتر است و شرکت ها شاید خودتونم از دوستان اگر مشکلی نداره که کسی با این مسئله مواجه هستش بگه ممنون میشم که نگران این هستید که اپلیکیشن جدی نداشته باشید مثلا دست کاربر، چون شما کاملا مطلع نمیشید که این اپلیکیشن جدی هست یا نه. مثلا کسی میتونه اون رو دستکاری بکنه، منتشرش بکنه و با سرورتون حرف بزنه. همچنین مثال زدم از تلگرام. جالبه حالا بگم داخل پرانتز، تلگرام توی این آخرین نسخهش این امکان رو به شما میده که از طریق قرار داکر چیز بکنید. مطمئن بشید این نسخه که نصب کردید روی گوشیتون دقیقا با همون سورسی که روی گیتاب گذاشتی یکیه. البته این فرآیندی یه ساعت کار میبره، اما به این راحتی نیست. یعنی از طریق گوشی این کار انجام نمیدید. باید بگیرید به پروگرام کامپیوتر کنه و از این دسته. این در واقع یعنی اینقدر جدی هست. برای کسایی که خیلی مطمئن میخوام بشن که این بیلد یکسان هست. از کنم خدمتون که خب حالا ما در مورد دیوایس فرض کنیم دیوایس همون خودمون دیگه از اول روت نمی کنیم. اوکی، موضوع بعدی چی؟ چجوری تشخیص بدیم اپلیکیشنمون دستکاری شده نیست؟ یعنی من یه اپلیکیشنی دادم 100,000 تا نصب داره توسط کاربرا و میخوام مطمئن بشم تک تک این کاربرا از نسخه اصلی که من منتشر کردم دارن استفاده میکنن. توی iOS اگه دیوایس جیلبریک نشده باشه میدونیم یه مکانیزمی وجود داره که حالا لزوما همه طرفدارش نیستن و اون این هستش که کاربر معمولا فقط از یک مارکت معتبر میتونه اپلیکیشن رو نصب کنه و اون ساینی که روش خورده باید همون کی استوری باشه که در واقع دیولپر داشته. توی اندروید به دلیل فلکسیبیلیتی همچین الزامی وجود نداره، یعنی من میتونم از یه آنلاین سورسی نصب بکنم، میتونم به اپلیکیشن های دیگه دسترسی بدم که اینستال بکنم. قبلا تو ورژن های پایین تر حتما اینه که باید سوپر یوزر بود تا میتونست اپ نصب کنه مثل این مالویر، ولی تو ورژن های اخیر مثلا شما میتونید به تلگرام دسترسی اینستال اپ بدی اگه داشته باشه روش که بزنید رو اپ خوب طبیعتا مثلا که مسیجی باشه نصب کنید دیگه پیدا درست دوستان. چجوری ما بفهمیم این نسخه نسخه ولیدیه؟ مثلا دستکاری نشده توش یه بکدور به گنجونه طرف توی اپ پرداختی اطلاعات کارت رو بدوسته، یا مثال خیلی دیگه کسی از دوستان در مورد این مسئله سازوکاری که حالا تدارک دیده و پیاده سازی کرده، قطعا خیلی ها این کار کردن، فقط میخوام بدونم من چقدر دارم مسئول درست میدم.
اگر روش تو چی بود ببخشید؟ دکسگارد از خود دکسگارد است مجموعه پول دارید بس چون خیلی پول دارید فکر کنم ببینید ممنون گفتید آره راست میگن دکسگارد ببینید دکسگارد دوستان هم این باش آشنایی دارن دیگه دکسگارد نسخه پولی پروگارده حالا حتی شاید خیلی از دیگه از پروگارد استفاده نمی کنم ولی تا همین اواخر محبوب ترین آفوسکیتور بود توی اندروید درسته؟ همین میبرید توی گریدل اضافهش میکردید یه اکسپشن پیش تعریف میکردید و گفتید نالبی چون تو بعدش کل رو اصلا میگه مبهمسازی دیگه درسته؟ تو ترجمه فارسیش رو بهم خیلی کار میکنه مثلا یکی از کارش اپتیمایزیشنه مینیمایز میکنه اپلیکیشن مالتی لگزتون ممکنه از حالت مالتی لگز بیاد پایین حتی بخاطر اینکه مینیمایز کرده کدایی که رفرنسی بهشون نیست و ریموف کنه خیلی کاره یکی از کاراش اینه که برمی‌داره مثلا دکسگارد که نسخه پولی هست برمی‌داره علاوه بر اینکه کدا رو مثل پروگارد آفوسکیت می‌کنه یعنی شما کد جاوا رو باز بکنید می‌بینید که همه استرینگ ها لینیم شدن مینیمال شدن یه مپی وجود داره نمی‌دونم خیلی چیزا تغییر کرده و واقعا خوندن کد سخته برمی‌داره ساخته رو ریسورس ها دستکاری می‌کنه خیلی کارهای دیگه انجام می‌ده روی دیوایس که مهندسی معکوس رو سخت کنه یکی از کارهایی که دکسگارد مثلا انجام میده این هست تقریبا شبیه روشی است که ما الان میخوایم بگیم این روش بیسیک ریمدییشن هست یعنی روش پشیش وقت نمیرسیم یه روش اولیه است برای چیز اون همین هست همه میتونید یه API وجود داره پکیج منیجر توی اندروید که از طریق اون میتونید شما دسترسی به اطلاعات کیستوری که اپ باش ساین شده داشته باشید یعنی هم پابلیکی که به موقع پروسی وریفیکیشن ازش استفاده میشه هم هشی که روی اپلیکیشنتون دارید که در واقع دایجست امضاست درسته میدونید دیگه همه اپا یه امضا دارن در روش های مختلف این امضا رو معمولا وریفای میکنید قبلا مثلا شابان و اینا بود گفتیم این هشینگش مثلا شابانه یک کلید خصوصی هم خودمون داشتیم همون کی استور منظورمه و شادی 256 شادی 64 همه اینها بود اون روش اولی که میخوام در موردش بگم که همه میدونه مفتنی برای این است یه روش ساده است برای پیاده سازی یعنی همتون میتونید به راحتی پیاده سازیش بکنید کلا صد خط کد هم نمیشه با هم ببینیمش این لایبرری دوستان همه میشناسن نه اسم این دوستمونه سیاتیو این یه کتابخونه است بدون روت بره استفاده کردیم به روت دیتکشن و اینا زیاد استفاده میشه مثلا اگه بخواید روت دیتکشن تو اپتون اضافه بکنید این روت بره شما سشن قبل گفتین نه نه آره فکر این در این کتابخونه خیلی کتابخونه جالبیه خب حالا خیلی کارا میکنه مثلا اگه میخواید این یه چیز داره یه چیزی که کدی رو گذاشته توی ریپوش که همین کارا بکنه به نظرم بهترین جا بود این درش پیزیزشو ببینید چطوری میاد تو رانتایم یه متدی وجود داره که میاد از طریق پکیج منیجر اون اطلاعات کی استور میگیره و بعد میاد مقایسهش میکنه با اون چیزی که باید بشه یعنی شما میدونید نسخه که خودتون ریلیز کردید هشش یه رشته ثابت هر دستکاری توی ساختار این اپلیکیشن اتفاق میفته این هشه نهایتا تغییر خواهد کرد مثلا وقتی شادی 256 رو میگیرید این رشته 256 بیتی هگز با اون چیز ثابتی که خودتون میدونید اگر مقایسش بکنید میفهمید که اپ دستکاری شد یا نشد کدو ببینیم با هم یه ذره کوچیک اگر کسی نمیتونه دوستایی که اون دور نشستن فکر کنم سخته نه من عذرخواهیم برای تا جایی که میشه من میتونید ببینید نمیتونید من یه ذره دیگه تا جایی که جا داره بگم ببینید اینجا اومده اون سیگنچر ثابتی رو که باید باشه نسخه آفیشیال داده رو اینجا رو هارد کد کرد خب اون اینکه میشه به روش‌های مختلف پیاده‌سازی کرد این یه جوری فقط پیشنمایش اساس موضوع بعد میاد در زمان اجرا این متد ولیدیت اپ سیگنچر یه ورودی کانتکست داره از طریق اون میره پکیج منیجر و میگه که سیگنچر اپو به من بده چون معمولا با الگوریتم‌های هشینگ مختلفی سیگنچر روی پکیج نگهداری میشه بستگی داره شما با کدومش بخواید کامپیر کنید میخواید با شاروانش کامپیر کنید اینجا گفته گت شاروان این یه اری برمیگردونه دیگه وقتی سیگنچر رو میگیرید بعد این رشته شاروان
اگر میخواییم به این مدل دیگرش کامپیر میکنید و کار خاصی دیگه نمیکنه دیگه، اینجا متدال پیاده‌سازیشو میبینید که اومده مثلا شعبانشون این کامپیر یعنی چیه؟ خب این روش چقدر به نظرتون خوبه دوستان؟ کسی نظری به عملش داره؟ چجوری میشه این روش رو بایپس کرد اگر شما مهاجم باشید؟ بفهم؟ ما کدو من الان پایین اسلایدم می‌ذارم دوستان خوشم اومد بفهمید زمانی که خب اپ کلک میشه روشونه اون در واقع کرکر شاربان خودش رو بذاره اگه هارد کور ترش اگه از سمت سرور داره میاد باز جوابی از سمت سرور میاد میتونه عوض کنه مثلا یه روش این بود که ما بیایم اینو آفلاین توی اپ هارد کور نکنیم اون استینگ اولیه رو که باهاش مقایسه می‌کنیم از سرور بفرستیم به سرور از سرور یه تول فارس بگیریم به قول دوستان اسمش روشش آنلاینه یا این روش که آفلاینه یعنی تو اپ کار بکنه چجوری این کارو بکنیم این کاری که میگن دوستان چجوری بکنیم بزنید من یه چیز ساده بهتون نشون بدم حالا شاید برای دوستانی که تا حالا ندیدن جالب باشه من یه اپلیکیشنی دارم میبخشید به خاطر اینکه من روی دیوایسم نتونستم امولیتور رو ران بکنم نمیتونم خودشو نشون بدم ولی چیز ساده است این اپیکیشه همین روتبر از همین کتابخونه روتبر دموشه که میاد وقتی دوم میشه اگه تو امولاتور دیوایس لود شده و اینها اجراش بکنید میاد یه پیغام میده میگه دیوایس لود شده است من نمیتونم دام باشم و بقیه باشم فرض کنید میخواید اینو دور بزنید درسته؟ یه اپی دارید که برای مهندسی معکوس اون دیتکشن روتش اجازه نمیده شما بتونید اون رو امولاتور دام بکنید و بعد دیبایگش بکنید خیلی از این مکانیزم ها رو شما جای مختلف دیدید مثلا چک میکنن دیوایس لود نشده باشه چک میکنن دیوایس مثل این کدی که داریم سیگنچرش تغییر نکرده باشه دیگه چی سرتیفیکیت پینینگ پیاده سازی میکنن یه جلسه ما در موردش صحبت کردیم دیگه چه کارایی میکنن مثلا چک میکنن رو دیوایس برنامه‌های خطرناکی مثل فریدا اکسپوز خیلی از ابزارهایی که مثلا روت میکنن نباشه روی امولاتور ران نشه و خیلی از مثلا 10 تا کنترل امنیتی نام ببرید مثلا یو اس بی دیباگینگ فعال نباشه و خیلی چیزا دیدید دیگه مثلا اپلیکیشن میگه مخصوصا این روزهای اخیر که احتمالاً همه تو رمز گویا رو فعال کردید و این اپاشو نصب کردید از این پیغام ها زیاد دیدید درسته؟ خب این اپلیکیشن ها چی بده میشه سرش آورد؟ ببینیم با هم میخوام در مورد این روش یکم صحبت بکنم تو سریع ازش دیدیم یه ابزاری هست به نام APK Tool ابزار یه کلاس پلتفرم جاوایی هست که از طریق اون شما میتونید اپلیکیشن رو دیکامپایل بکنید میدونید که زمانی که این کدها کامپایل میشن آماده اجرا نیستن یعنی زمانی که نصب میشه اپلیکیشن بسته به اینکه نسختون بالای 5 یا پایین 5 فرق میکنه اگه پایین 5 باشه در زمان نصب میاد من فکر کنم اینو خرابش کردم نه وقتی که بالای 5 پایین 5 باشه میاد و روی دالویک همون زمان که داره نصب میشه این به کد نیتیو تبدیل میشه بخاطر همینه که ببخشید در زمان اجرا در زمانی که شما اجراش میکنین اولین بار میاد به کد نیتیو تبدیل میشه بنابراین اجراش معمولا زمان بده ولی نصب اپلیکیشن کوتاهه ولی تو نسخه 5 به بالا که آلت اومده در زمان نصب که این اتفاق میفته به این میگیم اهد آف تایم و بنابراین نصب نرم افزار تو آلت یکم زمان برتره نصب پکیج ها ولی عوضش در اجرا سریعتره این تفاوت عمده ای هست که ما تو این دو تا ران تایم انوایرمنت میبینیم حالا از این بگذاریم بعد وقتی هم که یه آبفوسکیتور مثل پروگارد دکسگارد یا امثال هم استفاده میکنید این بعد از اینکه اون کد میانی تولید میکنه میدونید که همه اینا این فراینده به یه کدی میرسه به نام اسمالی درسته؟ دوستان همه به کد اسمالی آشنایی دارن الان یه نمونه شو میبینیم کد اسمالی یه کد میانیست شبیه کدای بایت که توی جاوا ویژوال ماشین اجرا میشن یا IL توی دات نت فریمورک اگه دوستان باش آشنایی داشته باشید ما با ابزار APK Tool اومدیم این برنامه روتبر رو دموش رو دیکامپایل کردیم خیلی سریع انجام میشه شاید چند ثانیه بیشتر طول نکشید ببینیم خروجیش چیه این شاخه ساخته شده من ببخشید که نمیتونم خوب نشون بدم یه شاخه اسمالی هست اگه اپلیکیشن تو مالتی دیگز باشه به تعداد دیگز ها این دایرکتوری اسمالی ایندکس میخوره اسمالی دو اسمالی سه همینجوری میاد جور معمولا بیشتر از یکی دو شاخه نیست درسته داخل اسمالی برید ببین حالا قبل از اون چیزای دیگه هم هستا مانیفست اپ مثلا شما میتونید مانیفست رو دستکاری کنید درسته میتونید برید تو مانیفست اگه الو بکاپ مثلا فالسه تو روش کنید
و دوباره اپلیکیشن رو بیلد کنید، ریساین کنید و بکاپ فعال میشه. خیلی کارهای دیگه میتونید انجام بدید. برای تغییر در کد برنامه، کد اسمالی رو میتونید دستکاری کنید، نه کد جاوا رو. ببینید کد جاوایی که معمولا توی این فرآیند دیکامپایل تولید میشه دیگه هیچ دردی نمیخوره، شاید فقط به درد خوندن بخوره، یعنی نمیشه بیلدش کرد. میدونید دیگه ما خیلی وقت کدی که می‌نویسیم هم باید بیلد نمیشه، چه برسه کدی که دیکامپایل شده. بعد دیگه بیایم اینجا این کتابخونه رو ببینیم. این همون کتابخونه تشخیص روت بودن دیوایس. این دیوایس ببینید، بیاین توی اسمالی آک ببینم کدوم کتاب بودن هست. اها پروتیلز من اون تصفیم این عبزایش هست ندارم. حالا بگذاریم این بیاین داخل رتبه و روت بودن دیوایس رو تو این کد ببینیم. ببینید کد اسمالی همچین چیزی هست تقریبا. حالا دوستان که هر متدی اینجا یه متد نمونه داره و چیز. ببینید نکته‌ای که آفوسکیتورا به شما کمک نمی‌کنن این هست که توی تحلیلگر امنیتی معمولا کد اسمالی رو آنالیز می‌کنه، هرچند خوندنش خیلی سخت. درسته خیلی لو لول تر جواب به نظر مثلا دوستان که اینجا نمی‌بینن و اینو دستکاری می‌کنه. یعنی حتی شما آفوسکیتور هم بذارید، ولی نکتهش چیه؟ حالا چون یکم زمان کم داریم ببخشید من کل داستان الان نمی‌خوام بگم. درستش اینه که من برم کد جاوا رو بخونم ببینم کجا داره کتابخونه روتبه رو صدا می‌زنه که روت بودن دیوایس رو چک کنه. این اپل اگه تو ایمولاتور رام می‌کردیم همین تو ایمولاتور گفت که این روت و نمی‌تونم اجراشم. اینجا پیداش می‌کنید، بعد میایید متد رو پیدا می‌کنید، می‌بینید این دستورات ریترن هست. مثلا این متد برگشتش ویده، می‌بینید این خط آخر رو این مقدار برگشتی نداره، ولی 100% یه متدی وجود داره که مقدار برگشتش ترو فالسه که میگه اگه روت تو رو برمیگردونم، مثلا اگه روت نیست فالس برمیگردم. اون متد رو پیدا می‌کنی و بعد یه ریترن فالس، تو ریترن فالس که نیست در واقع صفر، یه ریترن صفر می‌ذارید اولش. بعد چیکار می‌کنی؟ برمیگردیم تو کنسول دوباره با همین APK tool. حالا به جایی که اینجا من دستور سویچ D رو زدم، به جای سویچ B رو می‌زنید، اپلیکیشن رو بیلد می‌گیره. بیلد که گرفت بعد بیا کیستور می‌سازید، کیستور خودتون سلف ساین ساینش می‌کنید، اپلیکیشن رو میذارید تو تلگرام، میتوسید برای دوستتون میگید نصبش کن. حالا توش اومدید دیگه کلی دستکاری کرد تو اینها، یا میتونید همون موقع بذارید رو امولاتور و روت بودن دیگه تشخیص نمیده، چون اون تیکه کد به همین راحتی کل فرآیند 10 دقیقه رو بم طول نمیکشه. ولی اگه از من پرسید چرا انجام نمیدن، چون الان نه امولاتور دادم نه دست شو خیلی واسه میترسم مثلا کل یه داره دیگه بهم برسه. ولی ان شاء الله بتونم فیلمشو میگیرم کنار همین چیزا، لینکشو میذاریم که ببینید حالا روی یوتیوب. خیلی فرآیند آسونه و ما معمولا وقتی میخوایم این مکانیزم ها رو توی اپلیکیشن ها تست بکنیم، مثلا اپلیکیشن موبایل بانک رو به عنوان مثال تست بکنیم، خب اینو نمیتونم رو امولاتور وقت با این شرایط تست کنم که کلی چک مک داره میکنه کارهای مختلف روت بودن دیباگ و این همه رو همینجوری میام معمولا غیر فعال میکنم. حتی سرتیفیکیت پینینگ هم معمولا دیدید دیگه، یه سرتیفیکیت شاخه ریسورسه، میام سرتیفیکیت خودم میذارم اون تو اپلیکیشن رو بیلد میگیرم، ساین میکنم میذارم رو امولاتور، به همین راحتی تست میشه، میشه همون نسخه رو منتشر هم کرد. خب این سرور اگر داشته باشه تمام مکانیزما توش دور خورده و سرور نمیفهمه من کاربر دارم از این نسخه جعلی استفاده میکنم، این مشکل قضیه است. و در روش قبلی هم که همون کدی که تو گیتاب با هم مرور کردیم روش بدی نیست. من پیشنهاد میکنم اگه این موضوع براتون دغدغه است میتونید به عنوان یه روش بیسیک بهش نگاه کنید و پیاده سازیش کنید، اما روش خیلی خفنی هم نیست دوستان. یعنی به هر حال یکی اگه این چیزا رو بدونه میشینه همون متد رو پیدا میکنه، متد ولیدیت رو مثلا تو رو برمیگردونه، اولش یه ریترن ترو و تمام سیگنچر چکینگتون بایپاس میشه. سوالی هست اینجا؟ خب برگردیم توی ارائه. عرض کنم خدمتتون که اینا رو توضیح بدید.